آیا شما هم فکر می کنید که زنان در افغانستان باید در سایه طالبان به عنوان خبرچین به زندگی خود ادامه دهند؟ روزنامه دیلی تلگراف اخیرا فاش کرده است که وزارت عمر به معروف طالبان تعدادی از زنان را به عنوان جاسوس برای نظارت بر دیگر زنان گماشته است. این زنان موظف شدند که فعالیت دیگر زنان را در شبکه های اجتماعی و بازارها زیر نظر بگیرند. طبق این گزارش، این زنان حساب کاربری در اینستاگرام را بررسی می کنند و کسانی که از قوانین سختگیرانه طالبان مثل پوشش اجباری سرپیچی می کنند را شناسایی و گزارش می دهند. این وظیفه به آنها محول شده است تا به عنوان چشمهای طالبان در جامعه عمل کنند. برخی از این زنان به اجبار به این کار تن دادند و برخی دیگر به خاطر پول. جنگجویان طالبان نیز آنها را در این معمولیت های خیابانی همراهی می کنند. حتی گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد زنان معترض که به دست طالبان بازداشت شدند فقط به شرط همکاری در خبرچینی و گزارش دادن فعالیت های غیرقانونی دیگر زنان آزاد شدند. یکی از زنان گماشته شده توسط طالبان به نام گل نسا به تلگراف گفته است که روزانه در شهر می گرد تا زنانی را که از قوانین طالبان پیروی نمی کنند شناسایی کند. او از برخورد مستقیم با زنان خودداری می کند و به جای آن گزارش را به طالبان می دهد تا آنها با اقدامات لازم وارد عمل شوند. گلنسا به عنوان یکی از خبرچین های طالبان اظهار داشت که از زنانی که در خیابانها اعتراض می کنند، حمایت نمی کنند و باور دارد که آزادی واقعی برای زنان این است که در خانه بمانند و به همسران و فرزندان خود خدمت کنند. بعد از به قدرت رسیدن طالبان، موجی از اعتراضات زنان در شهرهای مختلف افغانستان به وقوع پیوست. اما پاسخ طالبان به این اعتراضات بازداشت و شکنجه معترضان بود، زهرا حق پرست یکی از زنانی که علیه سیاست های طالبان اعتراض می کرد، به تلگراف گفت که در سال هر به واسطه یکی از همین زنان خبرچین طالبان دستگیر شد. او اضافه کرد که این زنان با معرفی خود به عنوان فعالان زن به گروه های واتساپ معترضان نفوذ کرده و اطلاعات آنها را به طالبان می دادند. در سه سال گذشته طالبان محدودیت های بر زنان اعمال کرده است، قانون جدید ایمر به معروف ای معروف این گروه حتی زنان را از صحبت با مردان نامحرم منع می، منع میکنند و صدای آنها را عورت میداند بسیاری از فعالان حقوق بشر این سیاست ها را نوعی آپارتاید جنسیتی میدانند سیاست های طالبان در قبال زنان نه تنها آزادی های آنها را محدود می کند، بلکه جامعه را به دو بخش از زنان تقسیم می کند. زنانی که اجبار یا به خاطر نافع مالی علیه دیگر زنان جاسوسی می کنند و زنانی که با تمام وجودشان برای حقوق خود مبارزه می کنند. این دوگانگی جامعه را از درون تخریب می کند و اعتماد بین زنان را به شدت کاهش می دهد. آیا می توانیم انتظار داشته باشیم که در چنین شرایطی آیندهی رو برای زنان افغانستان وجود داشته باشد؟ نظر شما چیست؟ آیا زنان افغانستان باید در برابر این سیاست ها مقاومت کنند یا به اجبار به این قوانین دهند